منبر جهانی خدا یا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت نشاید جز به آستان تو سجده نزیبد جز بر تو اشک زلت پیام دین حق از بیفشاند جهانی بزن شوکت شکست هر بوت و هر بوت نمایی نماد عزت دین است و دولت پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بزن شوکت الحمد لله و والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سروران گرامی و بینندگان بزرگوار با موضوع زکات در خدمت شما هستیم زکات یکی از ارکان پنجگانی اسلام است در هشتاد و دو آیه زکات مقارن با نماز در قرآن کریم ذکر شده و همینجا اضافه کنم که ما در اسلام چیزی به نام خمس نداریم و خمس فقط یک بار در قرآن کریم ذکر گردیده که هدف از آن غنایم جنگی است اما چیزی که به عنوان زکات یعنی پاک کننده مال در اسلام فرض شده و بر مسلمانان واجب است که آن را پرداخت کنند فقط زکات است که دونیم درصد از مال هر مسلمان را در بر میگیرد الله متعال در سوره اسراء آیه سی میفرماید ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر یقینا الله متعال پروردگار تو فراخ میکند روزی را برای هر کسی که بخواهد و یقدر و تنگ میکند انه کان به عباده خبیرا بسیرا الله متعال به احوال بندگان خودش خبردار و بیناست چون که خبردار و بینا هست حالت یکی را میبینید که از لحاظ مادی آنقدر فراخ میکند و او را در رفاه و آسایش قرار میدهد که دیگران به او رشک میبرند و حالت کسی دیگری را می بینید که اون قدر تنگ می کند و او را در تنگنا و آزمایش قرار میدهد که به نان شبش محتاج است و قطعا در تفاوتی که بین این دو هست هرگز خوب بودن و بد بودن انسان معیار نیست این حکمت الله متعال است که گاهی اهل ایمان را از لحاظ مادی به طور خصوص اهل ایمان را بیشتر مورد ابتلا و آزمایش قرار می دهد و اهل ایمان معمولا در تنگنای بیشتری از بقیه هستند و گاهی از میان اهل ایمان باز می بینید کسانی را که الله متعال حکمت و اراده او رفته در رفاه و آسایش قرار می دهد. پس این به خود الله متعال برمیگردند و برمیگردد و من و شما و هیچ کس دیگری در این قضیه نمیتواند نه دخالتی بکند و نه تحلیلی دارا بودن و نادار بودن فقیر بودن و ثروتمند بودن هرگز به سواد داشتن و بی سوادی نیست هرگز بی دیندار بودن و بی دینی نیست هیچ ربطی به این قضیه ندارد این حکمت و ارادی الله متعال است که هر گونه بخواهد بندگان خودش را مورد لطف و نعمت یا مورد ابتلا و آزمایش قرار می دهد نعمت هایی که الله متعال به بندگانش عنایت می فرماید فراوان است یکی را می بینید که نعمت سلامتی را به او مداوم عنایت می کند به دیگری نعمت زیبایی عنایت می کند. به دیگری نعمت مال عنایت می کند. به دیگری نعمت هنر عنایت می کند. یکی را می بینید که خدادادی نقاش است، خطات است، سلیقه دارد. این تقسیم از سوی الله متعال است. اما این که خداوند همه نعمت ها را به یک نفر یت بکند و یک نفر دارای همه خوبی ها باشد غالبا این از حکمت خداوند دور است یعنی خداوند چنین نمی کند خداوند قاعده دارد و سنت لا تغییر او بر این رفته است که همیشه انسان از لحاظ داشته های دنیاوی به دیگران محتاج است و این احتیاج است که در واقع جامعه را به یک دیگر وابسته می کند. در یک جامعه بزرگ شما می بینید که همه به همدیگر محتاجند. هم. یک ثروتمند به کفاش محتاج است مثلا. به سلمانی محتاج است. به حمامی محتاج است. همه به یک دیگر محتاجند و همین احتیاج است که در واقع جامعه را تشکیل میدهد و این جامعه رمز بقایش همین است که مردم هر کس به نوعی به دیگری محتاج است پس این حکمت خداوند است که چگونه چه کسی را چقدر کی چطوری روزی میدهد یا سایر نعمت ها را به او عنایت میکند گاهی نعمت ها باعث رحمت از سوی خداوند می شوند و گاهی همین نعمت سبب ابتلا و آزمایش و سختی می شود تفاوت در روزی گاهی سبب امتحان و آزمایش است گاهی سبب خیر و برکت فراوان است که انسان اگر از او بتواند خوب استفاده بکند اون هم وسیله برای جلب رضای الله متعال و خشنودی ذات متعال است رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در حدیث صحیحی که مستدرک امام حاکم نیشابوری در مستدرک خودش آورده میفرماید ان الله قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاق الله متعال همچنان که اخلاق شما را بین شما تقسیم کرده روزی را نیز در میان شما تقسیم کرده و ان الله یعطی الدنیا من یحب و من لا یحب دنیا را به هر کسی که دوست دارد و دوست ندارد میدهد ولا یعطی الایمان الا من یحب ولی ایمان را فقط به کسی میدهد که او را دوست دارد به کسی که او را دوست ندارد ایمان نمیدهد چقدر حدیث زیبایی است به محتوای این حدیث شما دقت کنید و به عمق این حدیث شما دقت کنید قابل توجه اونهایی که دین برایشون ارزش ندارد ایمان برایشون ارزش ندارد معیار سنجش از نظر اونها فقط داشته های دنیاست که ماشین خوب، خانه خوب، زندگی خوب، رفاه، آسایش همش در فکر این چیزها هستند هرگز فکر نمی کند که این ایمانی که او در اختیار دارد بزرگترین ثروت و سرمایه است که در اختیار دارد و این ثروت و سرمایه ارزش این زمانی مشخص می شود برای همگان که در اون روز دیگر فرصت عمل کردن نباشد امیدواریم که خداوند چشم گوش همه منو شما را باز کند و ما را بیدار بگرداند فلسفی زکات چیست؟ چرا خداوند متعال زکات را فرض کرده؟ خداوند متعال و الله جلال هر کدوم از عباداتی که بر ما فرض گردانیده برای اونها حکمت و فلسفی وجود دارد زکات قبل از هر چیز به عنوان یک عبادت بر ما فرض شده است همچنان که نماز خواندن عبادت است ما بفهمیم که چرا نماز میخوانیم یا نفهمیم امتصال امر الله متعال و پیروی از رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم در نحوه نماز خواندن و چگونگی نماز خواندن این خودش بزرگترین فلسفه نماز است یعنی به تعبیر معروفتر ما دو نوع عبادت داریم یکی عبادت های تعبدی و یکی غیر تعبدی هستن عبادت های تعبدی فلسفه نمیشناسن ما بفهمیم که چرا نماز فرض شده چرا زکات فرض شده چرا روز فرض شده یا نفهمیم این مهم نیست مهم این است که ما حکم الله متعال رو به جای بیاریم بعضی عبادت ها هم هست خب آدم میتونه برایش فلسفه تحلیل کنه درباره زکات علاوه بر اینکه یک عمل عبادی است خب ما میفهمیم که زکات میتواند فقر را ارجو از جامعه دور کند چون در فلسفه زکات همونجا که صحابه رضی الله عنهم میرفتند که زکات بگیرند میفهمیدن و می به مردم اونایی که اون زمان زکات دادن برایشون دشوار بود تازه مسلمان ها در نحوه یا در فلسفه پرداخت زکات گفته شده که تو اخدو من اغنیاهم و تردو الى فقرائهم زکات از فقرا از اغنیا گرفته می شود و به فقرا بازگردانده می شود و این در واقع برای رفع نیاز جامعه است و این دونیم درصد زکاتی که الله متعال فرض کرده در واقع کافی است که توازن را در جامعه برقرار کند یعنی توازن بین فقیر و بین ثروتمند با این دونیم درصد قطعا برقرار می شود به شرطی که دونیم درصد درست پرداخت می شود با کمال تعصف بسیارن کسانی که در حاشیه اسلام زندگی می کنند در اون آخرین کناره و سعی می کنند به هر نحوی همچنان که در باری نماز بعضی ها شیطان فریبشون میده و خود را دور می گیرند متاسفانه در باری زکات هم بعضی ها حتی در بعضی کشورها خودشان را میرن مثلا جزو بعضی مذاهبی می نویسند که اونها زکات پرداخت نمی کنند مثلا به گمان خودشون خمس پرداخت میکنن این در واقع فریب است که انسان خودش رو فریب بده و الا زکات حکم الله متعالی است و عرض کردم که در هشتاد و دو آیه در قرآن کریم زکات با نماز یک جاز ذکر شده علاوه بر این زکات می تواند بسیاری از فضایل اخلاقی را در انسان ایجاد بکند زکات بخل را از بین می برد زکات انسان را نرم دل می کند نسبت به هم نوع خودش هم جنس خودش نرم می کند دل های انسان هایی که اندکی به دنیا رغبت بیشتر دارند دل های اونها را به کسانی که محتاج هستند و مشکل دارند متوجه می کند پستی را از بین میبرد خودخواهی را از بین میبرد طمع را از بین میبرد بسیاری از رضایل اخلاقی و اجتماعی را از بین میبرد و انسان را پایبند اخلاق می کند پایبند بسیاری از فضایل اجتماعی میکند امیدوارم که خداوند متعال به همه من و شما توفیق عنایت کند که ما بتوانیم زکات را به عنوان یک عبادت انجام بدیم و اینکه چقدر باید زکات داده بشود فرصت برنامه ما متاسفانه ظرفیت این را ندارد و شما سعی بکنید که از علمای بزرگواری که در هر ای که شما هستید زندگی میکنید بپرسید زکات طلا زکات نقره زکات مالهای تجارتی زکات گاو زکات گوسفند هر کدوم از خود مقدار معینی دارند که امیدوارم خداوند به همه من و شما توفیق عنایت بفرماید که همه عبادت ها را فقط به خاطر الله متعال انجام بدهیم تا فرصت دیگر و برنامه دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم خداوند یار و نگهدار یا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت نشاید جز به آستان تو سجده نزیبد جز بر تو اشک زلت پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بزر شوکت شکسته هر, هر بوت و هر نمایی نماد عزت دین است و دولت